مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در مصاحبه اخیرش با آژانس خبری رویبر روسیه گفته که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی روابط تجاری میان افغانستان و روسیه به میلیون ها دلار افزایش یافته که در حال حاضر میزان تجارت میان دو کشور به 359 میلیون دلار میرسد. در 2020 تجارت افغانستان و روسیه حدود 55 میلیون دلار بود، ولی در 2023 359 میلیون، یعنی قریب به 400 میلیون دلار رسید. آقای متقی در مورد حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان میگوید که در سال‌های 2021 و 2022 مبارزه سخت با داعش در داخل افغانستان صورت گرفت که با آن تمامی مخفیگاه‌های داعش در افغانستان تخریب شده است. ولی بعد از فتوحات که عملیات در مقابل داعش آغاز شده، پس در یک سال، حدود یک سال کم و بیش، سال اول 21 و 22 تمام مراکز داعش از بین رفت، افرادش دستگیر شده، کشته شده و ایدهشان فرار شده. وزیر امور خارجه از بین بردن مواد مخدر را دستاورد بزرگ امارت اسلامی دانسته و میگوید امارت اسلامی طی 3 سال حدود 200 هزار معتاد را درمان کرده است و همچنان در عرصه علاج معتادین هم امارت اسلامی افغانستان موفق شدند که در 3 سال گذشته 114 هزار معتادین تداوی کنه، علاجش بکنه و همچنان یه پروسه جریان داره و کشت و قاچاق هر دو ممنوع شده. مصاحبه اختصاصی امیرخان متقی با آژانس خبری رایبر روسیه در حالی است که وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که نمایندگان روسیه، چین، ایران و پاکستان پس از یک نشست 4 جانبه به این نتیجه رسیدند که هیچ راه حل در افغانستان بدون گفتگو و همکاری با مقامات امارت اسلامی وجود ندارد.